عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان. متاسفانه پیج های فیکی که رضای تابنده در پشت اونها پنهان میشه و با نام های تقلبی قلابی که هیچ گونه وجود خارجی ندارن شروع به لجن پراکنی میکنن و دوست دارن که به آقای سید جذبی توهینی از طرف مقابل بشه، چون میان میگن سید اموی که طرف حق رو تحریک کنن که به اینها بگه مثلا اون سید اموی هستش، ولی خب دوستان بزرگواری میکنن و رعایت میکنن و خارج از چارچوب ادب صحبت نمیکنن. اومده صحبت کردن که خودتون نوچهات برای اهداف سیاسی مگه درخواست مناظره نکردید؟ هرگز درخواست مناظره با هدف سیاسی با یک سری افراد پخمه اصلا مد نظر نبوده، مناظره برای روشن شدن حقیقت بوده، اون هم با کسایی که دستشون به خون حضرت آقای مجذوب علی شاه آغشته هستش، اون هم کسایی که جایگاه قطبیت رو بدون هیچ گونه سند و مدرک مستندی که قاطع باشه، بدون اما و اگر باشه، بدون چور و چرا باشه، قصد شده تقاضای مناظره داده شده و اکنون اومدن گفتن این گویا این میدان این سید منصور حسینی. خب آقای سید منصور حسینی، دوستان شما مدعی هستن که شما هم مانند نمایندگان خمسه، مانند افرادی که پایه‌گذار شورای قطبیت بودند، جزء کودتاگران علی حضرت آقای مجذوب علی شاه هستید و دستتون به خون حضرت آقای مجذوب علی شاه آغشته هستش و گفتن که آقا شما میخواید مناظره کنید و فرق مناظره و محاکمه رو متوجه نیستن. طبق آماری که الان دوستان شما دارن میدن و سرنخ میدن، شما هم جز این افراد هستید، یعنی از نظر پیروان و مریدان رضای تابنده شما هم دست کمی از این افرادی که دستشون به خون حضرت آقای مجذوب علی شاه آغشته است کم ندارید. پس خودتون لطفاً بیایید بگید که چه کار کردید تا پس از اینکه شما اعتراف کردید که در این جنایت دست داشتید، نام شما هم اضافه بشه به افرادی که سابق بر این دستشون به خون حضرت آقای مجذوب علی شاه آغشته بوده تا شما رو نیز دعوت به مناظره کنه. ولی اون صحبت بحث شکایت نام بحث محاکمه هستش که جواب شما رو خیلی قانونی وکلای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر دادن و استقبال هم کردن که شما این اقدام رو کنید تا بتوانن آنچرا که در محاکم آمریکا به ثبت رساندن بتوانن در چند تا کشور دیگه هم به ثبت برسونن تا بیش از پیش همه جهانیان متوجه جنایت همفکران شما در حق حضرت آقای مجذوب علی شاه و ارادتمندان ایشون بشوند. در پایان هم که گفته بسم الله این گویای میدان، انشالله میدان رو شما مهیا کنید تا در محکمه پاسخ قاطع و قانونی و منطقی، نه احساسی مانند شما که از خواب پریدید یه چیزی رو سرهم کردید و فکر میکنید مخاطبتون چهار تا بچه هستش متوجه نیستن، اونجا داده بشه. خدا نگهدار همه عزیزان.